امروز میخوام برای تو اولا وای سلام نکردم سلام انشالله که خوب باشین، انشالله که از شر کرونا به دور باشین و هر آنچه که دوست دارید انجام بدید و از زندگی لذت ببرید. چیزی رو که خیلی ذوق داشتم برای همین بدون سلام شروع کردم اینکه بعضی از شما عزیزانم گفته بودین کوفته درست کن برای ما و من گفتم امروز وقت خوبیه برای اینکه کوفته درست کنم. معمولا هم میدونید دیگه، چند بار تالا گفتم هر آنچه که توی خونه دارم، توی این کمودا، توی فریزر، توی یخچال نگاه میکنم ببینم موادش رو دارم یا نه، میتونم درست کنم یه غذایی یا نه، که دیدم بله یه چیزایی رو کم دارم ولی دلیل نمیشه که درستش نکنم و اینکه خراب بشه، بد بشه. در ضمن حالا این مواد رو بهتون بگم، زردچوبه و رب و پیاز که میدونید من تو غذاهام پیاز زیاد مصرف میکنم، برای کوفتم دو تا پیاز درشت گذاشتم که اینجا خوردش کنم، یه مقداری آلو، حالا بعضی هم میگن آلوی برقانی، بعضی از این آلو زردا، بعضی از این آلو قرمزا درست میکنم میذارم توی کوفته، مغز کوفته، بعضی ها زرش که من خیسش کردم زرشکارو که کم نرم میشه، راحت تر شسته بشه، تمیز بشه، بعضی ها گردو میذارم توی کوفته و بعضی ها تخم مرغ. تخم مرغ هم یکی از چیزاییه که خیلی ها توی درسته میذارن توی کوفته، وسط کوفته تخم مرغ آبپز. دیگه اینم که روبه و یه برنج داریم که نیم پزش من کردم، گذاشتم یه چهار تا قول بخوره، نه اینکه بپزه کامل، یه چهار تا قول بخوره برای اینکه خوب به هم دیگه بهتر ورز میاد. یه دونه تخم مرغ لازم داریم براش و چیزی که گشتم توی خونه ببینم به دردم میخوره واسه پختن کوفته، مرزه و ترخونه، دو تا سبزی که خیلی مهمه برای کوفته. اگه دیگه بقیه رو نداشته باشین مهم نیست، حالا من چون نداشتم بقیه رو یه کمی شوید گذاشتم، میتونید از شوید استفاده کنین و پیازچه خیلی عالیش میکنه، اگه پیازچه داشته باشین میتونین یه مقدارم پیازچه تو این سبزی کوفتتون خورد بکنید، ریز بکنید توش، باشه خیلی ترتر و خوشمزه ترش میکنه. اما اگر نباشه دلیل نمیشه که ما نتونیم درست کنیم کوفتمونو. توی خانواده ما کوفته یکی از غذاهایی که من در این حال که با شما صحبت میکنم برای اینکه وقت عزیزتونم گرفته نشه یه مقداری کار آشپزیمونم انجام میدیم، توی خانواده ما کوفته یکی از غذاهایی که وقتی غذا هم بلد نیستی میتونی درستش بکنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا تازه عروسی اینا. چرا؟ چون مادر من یکی از بهترین آشپزهای خانواده و فامیل بود، یکی از درجه یکترین واقعا بود، هیچ وقت هم سعی نکرد به ما آشپزی یاد بده، یعنی نگفت که بیاید آشپزی بکنید بچه ها، بیاید یاد بگیرید برای آیندتون خوبه اینا. نه، ما چجوری یاد گرفتیم آشپزی رو که میتونم بگم دستپخت تک تکمونم بد نیست، خواهرام، من با خواهرام چهار تا هستیم، دستپخت هممونم میشه گفت تقریبا خوبه، حالا نمیگم عالیه ولی دستپختمون خوبه، هر کس میخوره راضیه از غذاهایی که ما میپزیم. چرا خوبه؟ چجوری ما یاد گرفتیم؟ با چشم داره میسوزه بدجوری، با خوردن غذاهای مادرم ما یاد گرفتیم. یعنی ممکنه باورتون نشه، یکی از چیزا پدرم میگفت همیشه که خدا رحمت کنه هم پدرم و هم مادرم و خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه، همیشه میگفتش که آشپزی پنجول میخواد، بعضی وقتا بعضیا آب میدن دست آدم ولی اون آبه یه طعم خاصی داره، خوشمزه تر از یه آبه دیگه است. منظورم به اینه که میگفت شاید ارثیه، شاید اینجوریه، سینه به سینه، نسل به نسل مثلا این آشپزی به ما هم رسیده، ولی مهم با عشق پختن غذاست به نظر من.
و مادر من با عشق غذا درست میکرد. به همین دلیل هم بسیار غذاهاش خوشمزه بود و زبان زد فامیل بود، خانواده بود. خب بالاخره ما با دیدنش نرفتیم وایسیم بالا سر دستش نگاه کنیم یاد بگیریم و اینا، نه، ولی با خوردنش، با طعمهایی که درست میکرد آشنا میشدیم. بعد که ازدواج کردیم بدون اینکه دوره برای آشپزی دیده باشیم میتونستیم آشپزی بکنیم. جالب بود. برای این بهتون میگم تو کوفته مهارت داریم که خواهر من اصلا دست به سیاه‌سفید نمیزد. حالا این فیلمو ببینه ناراحت میشه، شاید ناراحت شه، ولی خودش هم دختر بزلگویه. واقعا چیز بود، اولین باری که راستی شوهرش غذا پخت درست کرد، نه که ما عیالواری غذا درست میکردیم، تعدادمون زیاد بود، مادرم همیشه دیگ بر میذاشت و اینا، 42 تا کوفته پخت اولین روز عروسیشون و اینا یه هفته از این کوفته میخوردن. آره میخوام بهتون یه کوفته رو یاد بدم، باید چشم صبح بذارم میشین برد، میخوام یه کوفته رو بهتون یاد بدم که انقدر راحت پختنش و اصلا سخت نیست، در این حال که همه میگن وای کوفته پختن خیلی سخته، وا میره، نمیدونم سفت میشه یا هزار تا چیز دیگه. نه، من بهتون راحت میدم با تمام اون مواد که تو خونه هممون پیدا میشه، یه ذره گوشت چرخ کرده که من از تو فریزرم درآوردم، یعنی تازه هم نیست، گذاشتم که حالا یخش باز بشه، یه کمی برنج نیم پز و این سبزیهای خشک، شما به راحتی میتونید خیلی راحت یه کوفته خیلی خوشمزه درست بکنید به سرعت برق و باد، یعنی اصلا وقتی هم ازتون گرفته نشه، وقتی میذارید پای سفره یا پای میز روی میز و مهمونهای شما یا خودتون خانواده نگاش میکنن میگن اوه چقدر وقت گذاشته واسش. نه، میتونید از این تجربه من استفاده کنید برای حالا خانم بزرگا که بلدن، مثلا که خانمای خونه‌داری ایرانی که همه میدونم غذاهاشون درجه یکی بلدن، برای تازه عروسا، برای اونایی که تازه دارن آشپزی رو یواش یواش تجربه میکنن، بهشون بگم که اصلا نترسین، شجاع باشین و خیلی راحت میتونین غذاهای بسیار خوشمزه‌ای رو بپزین. این اولین کار بود که میذاریم پیاز رو برای تفت دادن. تا مرحله بعدی بقیه رو فیلم میگیرم بهتون نشون. خب این پیاز داغمون رو من مقدار زرد شده نمیدیم، هر چقدر که دوست دارید که دارید میخوام یه تکه خوش رنگ و خوش طعم داشته باشه، یه مقداری من زرد شده بریختم، بعدش هم یه مقداری هم روب میریزم. خب این زرد شده ای که ریختیم حالا یه مقدارم روب میریزم به اندازه همون پیاله ای که دیده بودیم، میشه مثلا 4 تا قاشق رو میزیم. کار بعدی که انجام میدیم آبیه که میزیم کنیم و میذاریم به جوش که اومد کوفته هامون میذاریم جوش، خیلی آسون خیلی سریع ما یه غذایی به نامش خیلی غذای سختیه میپذیم که اصلا سخت نیست و خیلی هم راحت. کاری که الان میکنیم این که آب رو اضافه میکنیم، این مواد پیاز زرد شده نمک و روغنمون، اینم از این میذاریم تا به جوش بیفته. کاری که من کردم این که توی پیازداغم زردچوبه و رب و نمک رو ریختم، آب ریختم، اضافه کردم بذارم به جوش بیاد. توی این فاصله تا این اتفاق افتاد من سالادم هم درست کردم. حالا بخشی از پیازداغ و یه مقداریشو ریختم توی این ظرف، ظرفی که میخوام مواد رو آماده بکنم. برنجمونه که میریزیم توی ظرف، چون میخوایم الان حسابی ورزش بدیم، چنگش بزنیم. این از
برنجمون، این از سبزی خشکمون که گفتم مهمترینش ترخون و مرزه است. این دوتا سبزی رو برای کوفته فراموش نکنین. اینا سبزیایی که تو دلمه هم استفاده میشه. یه مقدار من شیبید میریزم. گوشتمونه که دیگه حالا نرم شده، گوشتمونو میریزم. یه مقدار گوشت چرخ کرده، خیلی هم زیاد نیست گوشت. و یه دونه تخم مرغ، یه دونه تخم مرغ که میشکونم توش، نه بیشتر، یعنی یه دونه تخم مرغ کافیه. اینم از این. کاری که میمونه اینه که یه مقداری زردچوبه اضافه میکنیم بهش. توی آبش هم ما زردچوبه ریختیم، ولی توی اینم یه مقدار میریزیم. اگه خواستیم یه مقدار فلفل هم آسیاب میکنیم توش، فلفل سیاه یا قرمز اگه دوست داریم، و اینو چنگش میزنیم. میریم تو کار چنگ زدن. قسمت شاید اصلی کوفته همین بخشش باشه، یعنی چنگ زدن و آماده کردن اصل کوفته، مواد کوفته. و شاید مثلا یه 10 دقیقه لازم باشه فقط ما اینو چنگ بزنیم. وقتی آماده شد، اون وقت دونه به دونه اینا رو، این آلوها رو توش میذاریم، یا گردو یا زرشک، که یه چیزی توی کوفته داشته باشه. کوفته یکم حالت بازی هم داره، شانسیه، مثل شانسیایی که ما داشتیم اون زمان ها، شانسیه. بازش میکنیم ببینیم توش چیه، توی این کوفته چی هست، مغزشو، و هر چی که دوست داریم رو میذاریم توش، اعضای خانواده دوست دارن. از این فلفلم توی ریختم، فکر میکنم دیگه آماده است، دیگه به دست نمیچسبه و ما میتونیم یه کوفته خوب داشته باشیم که چی وا نره. این کوفته رو کف دستمون به این شکل پهن میکنیم. اگه میخوان یه اندازه متوسط داشته باشیم، آلو توش میذاریم. اگه دوست داشتین یه ذره زرشکم میتونیم بذاریم، و حتی یه دونه گردو، یعنی یه نصف گردو. هیچ کدوم از اینا رو هم میتونید نگذارید، یعنی هیچ کدوم واجب نیست. بعضیا دوست دارن پیاز داغ میذارن وسطش. اینو قشنگ ورزش میدیم. یه گلوله توپ شد، میذاریم اینجا کوفته بعدی. خب پهنش میکنیم. خیلی حالت نوچیش عالیه، خیلی عالیه. میتونیم دوتا آلو بذاریم، کمی هم میتونیم زرشک بذاریم، گردو هم نذاریم. میتونیم گردو هم نذاریم. خب اینو حسابی اینجوری میچرخونیمش، سفتش میکنیم و گرده گرد. این وقتی پخته بشه یه کمی دیگه هم از این بزرگتر بشه. شما اگه دوست داشتین کوچیکتر باشه، میتونین یه ذره کوچیکترش هم بکنین، یعنی واقعا نیازی نیست بزرگ باشه. میتونین کوفته های کوچولو کوچولو قلقلی اونقدی داشته باشین. بعضیا خیلی بزرگ دوست دارن، همه اینو میکنن یه دونه. گاهی اوقات وسطش یه دونه جوجه یه درسته میذارن. یعنی کوفته های تبریز، اصلش که کوفته تبریزه و خانمای تبریزی مهارت خیلی زیادی در پختش دارن، یه دونه درست میکنن و برای اینکه وانره توی یه دونه از این توریا که گازای استریل هست، توی یه دونه از اونا میپیچنش. بعدش که پخت، اون وقت از تو اون درش میارن، میذارن توی دیسو آمادهش میکنن. خلاصه این که اون کارم میشه کرد. یه دونه بزرگ خب خیلی رسمی و خیلی شیک و ایناست، ولی برای خانواده
این خیلی عالیه. ببینید چقدر سبز هم هست، چقدر خوش رنگه. من فکر میکنم که دو سه تا دیگه میتونیم از این کوفته ها درست بکنیم. از این آلو ها میذارم، یه دونه آلوی زرد، یه دونه قرمز، خیلی خوشمزه میشه، مطمئنم که خوشتون میاد. این کار رو بکنید، حتما بپزید، اصلا کار سختی واقعا نیست. کوفته پختن یه کار خیلی خیلی راحتیه، فقط این دستورالعمل رو واقعا رعایت بکنید. حالا من دیگه اینو میکنمش یه دونه، یه کوفته درشت. و از همشون درشت‌تر شد یه دونه. حالا که درشت‌تر شده، یه دونه از این آلو قرمزا میذاریم و یه دونه هم از این زردا میذاریم و گردو میذاریم که آها، خیلی سورپرایز میشیم وقتی بازش میکنیم. خب اینم از کوفته هامون، 5 عدد کوفته که میتونیم ببریم توی آبی که در حال قلقل کردنه بندازیم تا آماده بشه و نوش جان کنید. همونطور که گفتم آب کوفته هامون در حال جوشه. خب پس ما کوفته ها رو میندازیم توش. 5 تا دونه کوفته داشتیم، میندازیم توشون، درش رو میذاریم. خب ما کوفتمون آماده شد خیلی خیلی سریع و اینم شکل و شمایلش که ببینید، کوفته خیلی خوبی شده، به نظرم میاد که خیلی هم خوشمزه شده باشه. بنابراین شما هم میتونید خیلی خیلی راحت این کوفته رو بپزین. نوشه جانتون باشه. وقتی که پختین یاد من بکنید.